سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام امروز دیگه فرزاد و دیگه کلا اهلیش کردیم دیگه هر موقع اینجا <تصفح> رد آره هر موقع رد میشه میکشیمش میکش بالا میگیم که بیاد بشینه پشت میکروفون بشین پشت خیلی هم درخواست دادن فرزاد شلام. بیاد آره خیلی ها گفته بودن حتی به صورت خصوصی به ما گفته بودن که به فرزاد بگیم بیان <تصفح> به حضوری صداش هم خوبه شماره رو بدید شماره‌ای که شماره شما رو بدیم بهشون چشما شماره گفته بودن bueno. <تصفح> بریم یه سری پیام صوتی بشنیم یا نریم امروز باید. چقدر کار داری؟ طولانیه یا نیست؟ از به مشارکت شما خیلی خوب پس بریم یه سری از پیام های صوتی رو بشنیم و برگردیم بریم بیا مرسی از دوستایی که برای ما پیام های صوتیشون رو فرستاده بودن اگرم که شما میخوایم برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که اونجا میتونید برامون بفرستین دیگه بفرستید میخوای چی, چی ک... میخوای ببری؟ چی که کجا میخوای ما رو ببری اینطوری بگم باز نه میخواستم بگم که بگی ما امروز شنا... بیننده هم داریم آره و ب... لایو از پشت بچه اومدن دارم خوش بین ترین هوادار ما فکر نمی کرد که ما یه روز که زفت میکنیم بیننده داشته باشیم ما داشت خود داشت ما ما فکر نمی کردیم یه روز بیننده داشته باشیم جذابه خب بفرمید بله آ بگیم نگو یه دقیقه بگو من بگم داریم ویدیویی هم میگیریم دیگه بگید کجا ببینن فیلم ها رو تو یوتیوب پادکست <تصح> هر جا ببین من میگم توی هر پلتفرم شما بزنی خودت اسنپ چت هم داره یعنی من همه زی... اینا رو رفتم چیز کردم از این قسمت میذاری یوتیوب سعی کنم که بذارم ولی سیزن بعدو میخوایم که کلشو آی جی تی وی هم میریم آره روژین هم قرار بزنه زنی آره دیگه بگو هرچی هر دو دلمه رو دارم میرزم میرو خب بگو امروز که ما ضعف میکنیم دو روز از روز جهانی زن گذشته بعد ما شایستگی اینو تو خودمون ندیدیم که بیایم راجع به زن و حالا تبعیض و جنایاتی که در طول تاریخ و همین الان تو گوشه کنار دنیا در حقشون میشه رو صحبت کنیم به جاش تصمیم گرفتیم که یه نگاه یه مقدار تنزگونه و صمیمانه داشته باشیم به مواردی که خانوم ها آرزو میکردن که مردو بدونن مردا 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 عمل نمیکنن آره بهت بگم حال بریم شروع کنیم میگه که خانم آ اینا رو چیزایی که من میگم و شما فرض کنید که همه این موارد از زبان خانم گفته شده چون من این چیزایی که جمع کردم این چیزایی که من جمع کردم همه از زبان خانم های مختلف گفته شده و آه. یه چیزی هم بگم که اگر جایش حس کردید که باب میلتون نبود لطفا دفن... <تص> 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 نه ناراحت نشید بالاخره هم همه موارد راجع همه خانم ها قطعا صدق نمیکنه و صرفا ما داریم نقل قول اینم بگم که بعضی آقایون شب بدونن همه اینا رو یعنی تو نمیتونی الان من بارا. یه چیزایی میگم راجع به رانندگی اینا, اینا که قطعا نمیدونن من دیگه صحبتی ندارم صحب صحب. میگه که خانم از لحاظ احساسی قوی هستند خوب. خدا شکر میگه ممکنه یه وقتایی راجبه یه چیزایی که از نظر ما مردها ممکنه خیلی مهم نباشه خیلی حساس باشن و گریه کنن ممکنه زیادی روش واکنش نشون بدن ولی این به این معنی نیست که از لحاظ احساسی ضعیف هستن بلکه به این معنیه که خیلی بها میدن به احساساتشون خب این نکته مهمیه سکوت ف... آره میگه که اگه پارتنر حالا یا شریک زندگی شما از چیزی ناراحت عصبانیه هیچ کار خارق ای لازم نیست که شما انجام بدید همین که بشینید کنارشون و اجازه بدید که صحبت کنن و بهشون اطمینان بدیم که همه چیز تو دنیا برمیگرده سر جای اولش کفایت میکنه خب. دروغ بگیم نه دیگه برمیگرده دیگه یا برنگردم تو بهش عادت میکنی دروغ نمیگی در بعد حالا من یه جایی میخوندم که نوشته بود که خانما وقتی صحبت میکنن از طرف مقابلشون انتظار دارن که شنونده باشه خب ولی مثلا مردا که صحبت میکنن انتظار دارن که طرف مقابل حالا علاوه بر اینکه میشنوه یه راه حل یه راهکاری هم ارائه بده واقعا ذهنیت ما اینجوریه دیگه و من تا قبل اینکه مطلب بخونم خیلی مشکل داشتم مثلا یکی که با من حرف میزد خیلی تلاش میکردم که بیام حالا یه راه حلی رو جنریت کنم که مثلا شاید به ذهن طرف نرسه و همون مشکل رو در جا حل کنه حل کنیم بذاری براش دیگه آره در که اینجوری نیست میگه خانم که صحبت میکنن صرفا شما همین که بشین کنارشون و گوش بدید کفایت میکنه بعد از اینکه من این قضیه رو فهمیدم و انجام دادم خیلی زندگی راحت تری دارم و اصلا لازم حتما ما نه سر پا خسته میشید خب بعد اینو بذار بگم آره جدا کن بذار آخر اینا در همه آسوایی نیست بگو همه رو آره میگن که خیلی دوست دارن وقتی یهویی از پشت بغلشون میگن این کار رو لطفا بیشتر انجام بدید از پشت بغل کنیم آره. يهو. يهو؟ خب اینجا بهش میگن سکشوال به این آه. قضیه بذار اینو بگم میگه می که خیلی از خانم ها یه جایی از زندگیشون تصمیم گرفتن که دیگه با هیچ کسی دوست نشن یا ازدواج نکنن چرا؟ ولی تو همون زندگی اون آدم ها ممکنه در آینده یه کسی رو دیده باشن که اون کسی میتونی تو بوده باشی من؟ و همه اون افکار رو تغییر داده باشه خب حالا ممکنه خیلی ها بتونن با این قضیه همزاد پنداری کنن که یه جایی بالاخره یه اتفاقی افتاده که تصمیم گرفتن که نه دیگه نمیشه و من با هیچ کی دوست نمیشم و اصلا مرد و بیارزشم فلا ولی یکی ممکنه پیدا باشه که تمام این فکرها رو عوض بکنه یعنی زیاد آره تی تیک بزن همینطوری میخوام دوبار یه چیزی رو خب پس از پشت بغل بکنی و اینکه یه ممکنه عوض بشه کنارش هم صحبت کنید خب براتون بگم که ایمان تو مثلا میری رستوران خیلی شیک و میخوای یه غذای خیلی با کیفیت بخوری سلام گرسن از پشت بغل تو انتظار داری که خیلی سریع غذا رو از تو مایکروویو بیارن بیرون بزنن جلوت دیگه از تو مایکروویو نرم بهتره آره میدونی که طول میکشه اینجوری نیست که مثلا یه غذای با کیفیت بخوای خیلی طول ب... خیلی با. سریع آماده بشه بذارن جلو بعد میگن که اگه شما یه آمیزش جنسی خیلی با کیفیت هم میخواید باید صبور باشی شده هیچ حک یا تقلب <تصفح> یا راه میانبری وجود نداره اینا رو بعد از اینکه ویدیوی میذشت اینا رو قبلش <تصفح> میگفتی یه آخر سیزن بعد صبر <applause> میگه که هیچ راه میانبوری وجود نداره باید از زمانتون استفاده کنید به مرور شرایط رو ایجاد کنید فوری نرید سر اصل مطلب و میگه که وسیله الکتریکی نیستش که بخوای ساعت کرد یا پاد ساعت کرد به چرخونی و روشن بشه باید زمان بدی و حالا شرایط رو به وجود بیاری مثل قوریه و بذاری گرمشه و میگه که خیلی آروم شروع کنید و ادامه بدید و هیچ وقت سفت و محکم عمل نکنید مگه اینکه طرف سراحتا رضایت خودش رو اعلام کرده باشه و خواسته باشه خب این چه ربطی داشت به چیزایی که آدم ها پشت ترکید یه سری چیز چه در... چیزایی که آقایون باید بدونن ولی نمیدونن اینا رو اینا رو آره گفتن الان آره, آره. میگه خیلی سریع چیز نکنید بعد میگه که مثل مردا نیستن که خیلی سریع بتونن آماده بشن برن بیرون باید احساس بعد از لحاظ احساسی و ذهنی آماده بیرون رفتن باشن که خب بیرون رفتم مشخصه منظور چی هست بله اصلا نمیفهم داری چی میگی من خیلی گم شدم تو این قضیه اصلا این اپیزود من نمیدونم چی داره دیگه سری سر اصل مطلب نرید شما قضایی ما آب بخوریم با کیفیت هم میخوای براش سب میکنیم آها بعد میگه که خانومها ها هم مثل پسرا به یعنی رو به دخترا نگاه میکنن خانوما هم به پسرا نگاه میکنن این واقعا ما نمیدونیم قبول داری چرا ما خیلی دقیق اینو ریز نگاه میکنن رو نگاه میکنن <تصفح> ولی نکته این که قسم قطعا مثل ماها هیز نیستن که از سر تا پا پا تا سر یه چند باری رو برن این؟ تمام دنیا بفهمه ولی میگه با همون نگاه کوتاهی که انجام میدن تمام جوانه رو در نظر میگیرن خیلیش میگه مثلا دستشو نگاه میکنیم بدنشو نگاه شکمش رو نگاه میکنیم و اصلا تو اساتیر ذکر شده که نه تنها نگاه میکنن اصلا چی داری میگی امروز بابا گوش میگه نه تنها نگاه میکنن بلکه یه وقتی هم تصور میکنن که طرف چه بازدهی خواهد داشت در مواقع صمیمیت جالبی دیگه جالبی اصلا نمیدونم این کاغذ رو درصد آتیش بزنم این اپیزود هم همچنین و دیگه تو همون چند لحظه کوتاه همه این چیزها رو از نگاه تو مدل رفتار تو اینا میفهمن و گفته شده که وقتی تو یه جای بیرون هستید خیلی تو خودتون نباشید و نگاه کنید اگه دیگه کسی داره نگاهتون میکنه شما هم می لبخند بزنید و شاید بالاخره اتفاق جالبی افتاد جواب می با لبخند کارو جمع کنید آره بعد این کاغذ رو مثل گوشت قربونی همینطوری داره این بر اون دو تا داره من باید از دوور بخونم تو از اون, از اون که الان خوندی دیگه نخون بعد <applause> 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 از این بر بخون خیلی به جزئیات توجه میکنن خب اینه که آقایون میدونن و مثلا رفتاری که تو با فروشنده با راننده با دوستات با خانواده داری رو تحت نظر دارن باید. و ممکنه حتی بر اساس اون رفتارها یه... شما رو قضاوت کنن و اصلا مدل رفتاری شما رو در بیارن شما رو تو شبکه های اجتماعی دنبال میکنن حتی کامنت های زیرش هم دقیق میخونن آره اینو, اینو من میدونستم آره اینا رو نمیدونید بدونید اینا رو من جدیدن لایک کامنت هارم آره قشنگ بعد بدونن کیا کامنت ها لایک کردن برای چی لایک کردن وای کدوم رو بگم دیگه نگو دیگه نگم دیگه الان همه چی رو داری هویدا میکنی نگم که میگن عاشق بوست روی گردن هستن این توی کتگوری همون بغله رفت نه این کتگوری دومی هست این کتگوری دومی هستن اصلا دیگه بس کن دیگه من احساس میکنم رادیو جامان هم دیگه راحت نباشه با این کتگوری آها این ای مهمه این مهمه خیلی جالب بگم یه ذره بچه‌ها اینا همش جالبه شنم. اینا همش جالبه جالب سال ته... <تص> بعد میگه برخلاف ماها که کاش اینو اول گفته بودیم اینو با خانواده گوش ندن <applause> گوش ندید میتونی بعدا به زیرش میگه برخلاف ماها که به یه بشکن و یه انهنای با سلیقه بندیم برای حاضر شدن برای بیرون رفتن بان. این داستان برای خانواده خیلی ذهنیه میگن تا 90 درصد من دیدم عدد که میگن 90 درصدش ذهنیه جسمی نیست برای ما همجوری ببینیم کافیه فشارم داره میفته <applause> بعد اگه ریلکس باشن و ذهنشون آماده باشه فرایند خیلی لذت بخشه و به زیبایی جلو میره ولی اگه ذهنشون آماده نباشه که خب هیچ خب هیچ بعد رو این حساب میگن اون داستان فور پلی یا اون کارهایی که شما از قلب باید انجام بدید برای اینکه طرف رو آماده کنید برای نزدیک شدن برای رفتار صمیمانه میگه با داستان چرخوندن اون وسیله الکتریکی به صورت ساعت کرد یا پادساعت ساعت کرد فرق داره خب. میفهمی چی میگه؟ اصلا نمیفهم داری از کجا داری اینا رو در میاری حالا بذار من بگم میگه برعکس باید تمرکز مرد روی این باشه که طرف چه احساسی داره و به چی فکر میکنه تو داری هم به چی فکر میکنی داری میگی خب باید با یه مهارت و رندی ذهن طرف رو آماده کنه بعد بره سراغ جس یعنی اول قضیه ذهنی بعد اینو ما فور من هممون نمیدونیم و این تقدم تاخیر مهمه دیگه اول ذهن بچه است یادم تو دبیرستان دو که بودیم یه چیزی داشتیم یه معلمی داشتیم راجع به تقدم تاخیر خیلی حرف می‌زدیم می گفت آقا همیشه تقدم تاخیر مهمه بعد میگه که بعضیا میگن مهم نیست خب نتیجه ثابته دیگه شما کار یک و اول انجام بدی بعد دو یا دو رو بعد یک بله تا جفتش انجام انجامه؟ بعد, بعد میگه مثل اینه که شما تخم مرغ رو بپزی بعد بخوری یا اینکه اول بخوری بعد بری بشینی رو گاز میگوشه که این تقدم تاخیر مهمه و هر کاری شما بعد به یه ترتیب خاصی انجام بدی این قضیه هم همینه شما باید اول ذهن رو آماده کنید بعدا وارد جس بشی بله خواهی تو برو جالایی نه اصلا دیگه نمیکشم یعنی واقعا من میگم هر چقدر هست این اپیزود رو کنیم بره دیگه دیگه ادامه نده برو جالایی تو نه می خوشحالم که داریم میریم برای بریک طولانی کنم یه بریک شیش ماهه بگیریم تا کارو جالب هفته دیشب یه چیز بود یه ارکستر سمفونی بود توی ونکوور همه خارجی بود اه... آره که <تصفح> <تصفح> در واقع سخ... س... نوازنده ها خارجی بودن مال یه گروه هست برام لاینز گیت ولی حالا چند تا نوازنده ایرانی هم داشت مثلا رهبر ارکستر اینا همه خارجی بودن ولی تمام آهنگا ایرانی بود یعنی تمام ارکستر سمفونی هایی که اول حالا بقیه آهنگسازا برای ایران ساخته بودن رو داشتن پخش میکردن و خب چند تا آهنگساز ایرانی هم بود که سپر که زده این در سلام. آهنگ اول و آخر اپیزودو که خیلی هم بچه ها گفتن طولانیه یه سلام میکنیم آره سپ سلام, اون سلام. سلام. اونم در واقع یه آهنگ ساخته بود و دیگه رفتیم نشستیم و گوش کردیم و من برای رفتم ضبط کردن لپتو من رو و اینکه خیلی جالب بود که اکثر کسایی که اونجا بودن خارجی بودن یعنی شما مثلا 90 درصد شنونده هایی که اومده بودن خارجی بودن و من خیلی ناراحت شدم دیگه که یه گروه خارجی اومده برای حالا ایرانی های همچین چیزی و چرا نه گروه اومدن یعنی من ترجمه دادم که حضور پررنگتری داشته باشن ایرانی ها در اینجا خوب نبوده جلو در افرا زده بودن به غیر از اون دیگه افرا جیدن به نام افرا ایرانی که سنگک میده و حلیم و کله و حالا بقیه مواد غذایی و خب خیلی ناراحت کننده بود دیگه برای من جالب بود که این کانادایی ها به قول معروف حال ها می می آره خیلی دست و اینا می زدن حالا دیگه نمیدونم واقعا چقدر حال میکردن ولی برای سپرم بود خیلی خوب و خوش و اینا برگزار شد خوش بکنم مشکلات تکنیکی به وجود اومده قد شدی؟ نه داریم پخش میشیم آماده اید نگو دیگه <applause> از کدوم کتگوری میخوایی بریم کتگوری اول کتگوری خوبه میخوام باشه. میگه که گفته میشه که یه وقتهای خانوما خیلی نگران جایگاهشون تو زندگی شریک زندگیشون هستن بله خب این اون زمانهایی که ممکنه خیلی حساس بشن و اینا توی اون لحظه ها به جای که مردم اصلا قاطی کنن و فکر کنن که طرف بهشون اعتماد نداره اینا کافیه که مطمئن کنیم از جایگاهشون توی زندگیمون و بعد همون روند عادی زندگی ادامه بدیم این یه چیز طبیعیه سوال فکر. ما چیم ها ما چیم چیه میاه. ما, میگه چیم ما الان, الان چیم الان, الان. آها ما آه پسر صدات نه میگه. دختره از پسر میپرسه که ما الان خب چیم ما الان دوستیم آها آها آها, آها. خب این چیز طبیعیه اصلا نکنید هر موقع پرسیدن شما بگو چی گفتن بهت همونی که بهتون گفتن ما همونی آها این بز بگم میگه که خانم ها خیلی دوستان لباس تر و بپوشن و تعریف بشنون بعدش که پوشیدن خب روی این حساب ممکنه خریدم زیاد بکنن این خرید کردن استرس اونا رو از بین میبره چرا اینجوری من نمیدونستم میگوشش که مثلا وقتی یه کفش یا رژ لب <تص> باشی رژ لب میبینن و میخرن چیزی که در واقع میبینن اون یه مقدار اعتماد به نفس و اون ارزش نهادن به خودشونه که با پوشیدن اون زیاد میشه بله نه هیچ چیز دیگه روی این حساب اجازه بدیم که از این کار لذت ببرم و قضاوتشون خب، نکنیم من الان میخوام چشم. از طرف آقا این صحبت کنم بفهم. با بفن. چه هزینه ای؟ این هزینهش کی میده؟ ممکنه خودشون بدن خب، اگر خودشون, بدن میتونم بدم. قبول بکنم ولی اگه ندن نه نه رو جواب منو بده وقتی میای اینجا میشیدی از خانواده تعریف میکنی تو میگیری ببین تو برای <سؤال> اینکه استرس <تصفح> تراکنش با موفقیت انجام شد <تصفح> <تصفح> نه ببین کلا داستان اینه که خب اگه آدم ها مستقل باشن و انسان های آزادی باشن نه اینکه تو فکر کنی که طرف اه استقلال تو رو داره میگیره یا خودش استقلال نداره با فرض اینکه دو نفر مستقلن و آزادن میگه قضاوت نکنیم که وقتی برای مثلا ها رفع استرس یا همچین کاری میکنن تو برای رفع استرس چیکار میکنی من <applause> میدونم می و کارهای دیگر که توی چیز دو توی چیز دو بعد میگه که احتمالا خانوما میتونن برای ما لباسای بهتری انتخاب کنن تا خودمون بعید بدونم اینو اینو من منم یه ذره قبول دارم, دارم. آره جنس لباسام که میگیرم بهتره نرمتر رو و توی ماشین لباسی هم ترک نمیخوره و آره. ایوان تو رانندگی میخواستی یاد بگیری چیکار کردی به اوون گفتم میتونم پشت یه ماشین بشینم گفت نه چرا نه من برد توی پارکینگ لات چرخون یعنی رفتی از راه درست, درست و یواش و اینا آره تقریبا آره بعد یه خانم میگفتش که شما نرید کارهای صمیمانه رو از تو فیلم های پرن یا مستحجن یاد بگیرید من دیگه این... صحبتی ندارم و این بود قسمت 143 <applause> ما میگه که این مثل اینه که تو بخوای رانندگی یاد بگیری بری فیلم فستن فیوریس رو نگاه کنی که مثلا چقدر سریع رانندگی میکنه میگه اونا اصلا چیزهای غیر واقعی و آدمای اون تو آدمای غیر واقعی و همه چیز هماهنگ شده و ایناست نرید از اونجا یاد بگیرید برید از راه درست یاد بگی یه چیز بگو ایمان تو نبینید اینا رو تا من برم بعدیشو پیدا کنم من میخوام اینو بگم میگه که تقریبا نه دیگه نگو دیگه نگو نه صاحب میگه تقریبا همه خانم ها هم فیلم های مستعجل نگاه میکنن ولی همشون اقرار نمیکنن بله هیچ چیز دیگه من دست دیگه صحبتی ندارم همه رو تیک زد دهانم بسته شد چی میگه اصلا ما چرا اومدیم تو این اپیزود خودت تنهایی اینستاگرام لایو میذاشتی اینا رو میگفتی دیگه آره میگه که آها میگه اون سطح ظاهری کیفیت ظاهری که شما تو روزای اول رابطه میبینید و خانم همیشه نمیتونن نگه دارن چرا؟ چون اون سطح تمیزی و اینا خیلی هزینه بره هم از لحاظ زمانی هم از لحاظ مالی خب یعنی شما یه وقتایی رفتید یه مقدار ناتمیزی دیدید خیلی ناراحت نشید این همه مدل ها مثلا چون بعضی پسرها انتظار دارن که خانم مثلا همیشه آرایش کرده و کامل تر و تمیز بیاد و نم لباس همیشه خوب باشه اون مال اوایل رابطه است از یه جایی بعد خیلی هزینه بر تو طرف هر روز میبینی دیگه هر روز نمیتونه این کارو بکنه با. شما دیگه به چند تا تار مو خیلی یعنی منتظرش آه... باش من میگم که دیگه فکر نکنم دیگه ادامه دادن افسو کار واقعی خوبی باشه من چند بس بعد سانسور کنم اگه اینطوریه آها میگه که خیلی ها ممکنه دنبال من باشن اینو خانم میگه یعنی خیلی مردای دیگه ولی اینا اصلا مهم نیست چون فکر اون خانم فقط رو توه بی خودی غیرتی نشو خب بلکه غیرتی باشو اینم وقتی دیگه گفتن. فکرش رو تو نباشه نه میخوام بدم کی با غیرتی بشه. اینا رو میگی اونورم بگو یعنی فقط یه اونور بر... ما گذاشیم یه روزی اگه یه خانمی اومد بیاد اونور این قضیه رو بگه حرفایی که مردا دوست داشتن خانما بدونن ولی نمیدونن یه ورق بگیره دستشو آره همین جیری شروع کنه مثلا من دو تا کاتگوری داشته باش از اینور به اونور <تصفح> باعت... آها بعد متنفرن از اینکه بشنون چقدر دختر از شما خوششون میاد اصلا اینا نباد بهشون بگی میگه بعد میگه که اگه بگی میگه خب چرا نمیری با اونا دیگه شما دیگه دیگه آقا نگمان. و اینکه تنها زمانی که, که راجع به دوست دختر قبلیاتون صحبت میکنید باید بدشون رو بگید خوبشون رو نگید خب این که میشه تناقض که چرا این میشه دورویی میشه دورویی نه دیگه میتونی قسمت های بعدش رو بگی قسمت خوبش میدم آدم سالم و سالم میگه متنفر هستن از اینکه ببینم با پول بابا چیکار کردی میگه یه زن واقعی هیچ وقت برات جذاب نیست که ببینه مرده با پول بابا چیکار کرده زن واقعی زده به کار بله آها و اینکه ما باید یه سری چیزها رو یادمون باشه همیشه حرف شارم افتاده و شاید اصلا باور نکنی خیلی سورپرایز شدم اتاق ما, ما نمیذاری خوب اجرا کنیم عاشقی که ما یادمون باشه یه سری چیزا رو مثلا تاریخ های مهم چیزایی که اونا دوست دارن چیزایی که دوست ندارن سری با. اتفاقات خاص مثلا بگیم اون موقع یادت اولین بار فلان اینا اینا چیزای خوبیه که خانم‌ها دوست دارن یادشون باشه خیلی با. سخته با موهاشون هم که حتما بازی کنید یه او. چیز دیگه هم که خوششون میاد تغییر رو بگید که من اوه. خیلی بدم تو میشه یعنی مثلا یه چیزی بگم چی یه چیز بیان زاهر آقای کارون بفهم چه هفته پیش بود که با یکی از دوستان بودیم بعد قرار بود که یه لحظه دوست دختر دوستمون رو ببینیم بعد دم ماشین بعد من بودم و کارون و کارون اون دوستمون بعد یه لحظه این دوست دختر دوستمون اومد یه چیزی بده دم ماشین نه رفیق من که اون دوست دخترش بود نه من فهمیدیم که مثلا دختره موهاش رو رنگش رو عوض کرده یا هر کاری قرار... یا کار که مثلا سی ثانی هم دیدیم مثلا طرفو کار اینطوری که مطلق کار اینطوری که چه موهات خوب شده دیگه شرف اون پسر رو برد بعد آره بازی باختیم من آره بازی باختیم خلاصه اینم من میدیرم که دوست دارم خب من خودم شخصا خیلی توش ما یادم میره باید دقت کنید به جزئیات حرف نزن کارو تا انجام بده این آخریه بگم دیگه ایمان میذاره میره میشه میگه نگی؟ که دوست ندارن که شما مثل یه لاشه بیفتید روی تخت لاشه ای که الله سلام میگن خود که من رفتم <تصحیح> بشین بابا بشین گوش بده بشین سرتون سرتونو بگو بفرمایید میگه که اینو دوست ندارم میگه شما باید ارتباط برقرار صحبت کنید وقتی که اونجا هستید و این صحبت کردن بعد نیست باید تعریف کنید ما تو قسمت مردم داری هم گفته بودیم که چیز خوب ببینید تعریف کنید مثلا از تزین سالات قبل غذا چیز کنید تعریف کنید و اشاره کنید نیمه مجوش هم سانسور کنم اونجوری که دلم میخواست خدا رو شکر بعد یه ذره حرف بزنید تو من من واقعا نمیدونم اینا رو حالا کارون داره میگه فکر نکنید که ما میدونستیم ما داریم فیلم بازی میکنیم واقعا دارم سورپرایز میشم آره ده. چون اصلا فکر نمیکردم این کاتگوری رو بخواد باز بکنه اینجا اگه آشپز ما... خوبی باشی قطعا تحت تاثیرش قرار میدی برید آشپزی یاد بگیرید بریم ها آره یه... چیز دیگه میخوام بگم شو اگه فصل 4 شروع نشود بدونی برای همینه ما رو زدن <تص> بعد آها بذار دیگه بگم که آها اینو یه خانم می گفته و میگفت چیزی که ما میخوایم رو خیلی آسون به ما ندین خب اینو آدم اوسط به ما میگفت موقعی که باش ورزش میکردی بله گو جون یه سریو فکر میکنن بلدن میرن مثل خروس جنگی کارو شروع میکنن بل. خب یعنی شروع میکنن اینجوری میگفتش که باید اول یه کاری کنی زمینو گاز بزنه بعد شروع کنی خب یعنی باید منتظر نگهشون داری وقتی مثلا انتظار یه کار رو میکشه شما اون کار رو انجام میدید بعد برید یه جا دیگه و از المنت سورپرایز همیشه استفاده کنید چون خیلی مهمه خود خانم میخوام بله بله بل. <تصحق> این 100 صد درصد بالای 22 یعنی کسایی که بعد گوش بدن المنت سورپرایز سورپرایز که بزار. گفتم و آخریش رو فقط بگم خدا رو شکر تو این کاتگوری کاتگوری دیگه کاتگوری خدا رو شو. حالا ما همه اینا رو گفتیم اینا گفتم ما یه سایکای نگاه گونه بهش داشته باشیم هرچند خیلی احتمالا میتونن ارتباط برقرار کنن با حرفایی که ما زنیم لطفا کسی ناراحت نشه گفتم ما چون شایستگی این رو تو خودمون ندیدیم که از حقوق خانم آره باد باد کنیم دون روز بعد از روز زن ما سعی کردیم جمع کنیم یه سری مطالبی که خانم دوست داشتن آقایون بدونن و حالا اینا ممکنه تو جمع گفتنش برای فرهنگ ما ایرانی از خجالت آور باشه ولی قطعا تو رابطه صمیمی دو طرف تمام اینا میتونه صحبت بشه و به. مفید باشه آره میتونه مفید باشه چیزی که آخر میخوام بگم اینه که هیچ همه ای آدم ها با هم متفاوتن حالا نه خانم آقا همه ای آدم ها با هم متفاوتن و هیچ پترن مشخصی هم هیچ وقت وجود نداره اینجوری نیستش که یه راهنمای کاربری مشخصی وجود داشته باشه که آقا خانم ها اینن آقایون اینن اگه این کارو بکنی خانوم خوشحال میشن این کارو بکنی آقایون خوشحال میشن اینا چیزای کلی روزمره راجع به همه صدق نمیکنه و ما حالا با هر آدم جدیدی که وارد رابطه چه صمیمانه چه رابطه معمولی میشیم خوبه که اون آدم رو بشناسیم و سعی کنیم واقعیت اون آدم و مسیری که تو زندگیش طی کرده و اینکه چی شده که به اینجا رسیده رو درک کنیم تا اینکه بخوایم خیلی زود قضاوتش کنیم مثلا بگیم شما خانوما که اینجوری شما آقایون که اینجوری همه خانوما همینن به این لفظای کلی حالا تو منطق ریاضی میگفتن سور عمومی که تو میگفتی همه همینن هیچ وقت نمیتونی یه الگوی خاص رو در واقع اعمال کنی روی همه موجودات جامعه روی این حساب بجنگ که ما قضاوت کنیم سعی کنیم بر اساس چیزایی که گذشته یاد گرفتیم روی آیندهمون رو قضاوت کنیم سعی کنیم واقعا حقیقت اون حالا اتفاق اون رابطه رو درک کنیم و بعد راجبش نظر بدیم خیلی خوب من که دیگه صحبتی نرم فقط الان اینجا مایزی زبط میکنم ولی آخرش یعنی در واقع میگم دیگه که اینو واقعا اگر که بالای هیچ جنیستین دیگه گوش ندین چون آخرش که میگی؟ نه همون اول, اول... <applause> الان الان که آخرش رسیده من اول چیزی میذارم یه چیزایی که همین اگه درست... شهیدین بدونیم یه درصدی هم قبلا بگم نگفتی اونو سانسور کردی نه چیو چه درصدی بود آره نه اونو نگفتی دیگه سلام دیگه ایمان اینجوری کرد یا فاجو خیلی خوب. خوب این بود قسمت 143 در مورد این ای که کارون گفت اومد <تصح> کردیم واسه نمیخوام تکرار کنم اگر که شما نظری داشتید بگید دیگه ولی اینطور بگید بیایید بگید ایمان چقدر حرف و درست بوده و همه ارتباط استفاده بردار کنید بردار بردار خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برای نام خودکست تاکس که اونجا میتونید برامون فایل های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنج شنبه با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ